مایکل کوربین دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک تحولات عراق را نقطه عطف دیگری در پیشرفت روند سیاسی در این کشور توصیف کرد. کوربین تأکید کرد در 30 روز آینده بایستی در عراق یک دولت فراگیر تشکیل شود. موضوعاتی از قبیل بعث‌زدایی و قدرت یافتن دفتر مالکی و موضوعات مهم دیگری در همین ردیف وجود داشتند که مورد توجه عراقیان قرار گرفته است. موضوع تشکیل شورای ملی سیاست‌های استراتژیک موضوع بسیار مهمی است، چرا که بیانگر تلاش برای برآوردن نیاز همه جریان هاست و تصمیمات امنیتی دیگر توسط یک جریان خاص گرفته نمی شود. هرچند که اینها موضوعات بسیار پیچیده‌ای هستند که چالش حول آنها ادامه خواهد داشت. کوربین افزود شورای ملی سیاست‌های استراتژیک یک ارگان بسیار مهم است که جریان‌ها و مناصب مختلف را تنظیم می‌کند. به صورتی که دیگر تصمیمات امنیتی و مسائل مربوط به امنیت ملی توسط یک فرد یا یک جریان تصمیم گرفته نمی‌شوند، بلکه از طریق نمایندگان تمامی جریان‌هایی که در دولت هستند اتخاذ خواهند شد. در مورد چگونگی تشکیل شورای امنیت ملی و یا شورای ملی سیاست‌های استراتژیک گفتگوهای بسیار فشرده و زیادی صورت گرفته است. به نظر ما تشکیل این ارگان‌ها راه کار بسیار مؤثری برای حل و فصل موضوعاتی است که عراق در روند پیشرفتش با آنها دست به گریبان خواهد بود. ما شفاف سازی حول این ارگان جدید را به بارزانی و دولت عراق می سپاریم، ولی مطمئن باشید که روی چگونگی محقق کردن آن توافقات لازم صورت گرفته است. البته شورای ملی سیاست‌های استراتژیک بایستی شکل قانونی به خود بگیرد و حول این موضوع توافق شده است. دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک تأکید کرد: ما با حسن نیت دنبال تماس با همه رهبران سیاسی عراق هستیم که شامل اعضای العراقی است. آنها روز پنجشنبه نگرانی‌های درازمدت خود را به صورت یک حرکت سیاسی در خروج از پارلمان متبلور کردند. در همه پارلمان‌ها این امکان هست که فراکسیونی به عنوان اعتراض جلسه را ترک کند. این خودش شکلی از اعتراض مسالمت‌آمیز است. روش‌های پارلمانتاریستی بسیاری برای نشان دادن نارضایتی‌ها وجود دارد. ما به تماس‌های خود با رهبران جریان‌های مختلف ادامه خواهیم داد، به خصوص آن دسته از رهبران سیاسی که